علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم در راستای بهبود قرار داره. همین ادعا رو با فریدون خاوند به بحث میذاریم، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا محافل کسب و کار و محافل کارشناسی ایران در خوشبینی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی سهیم هستند؟ می‌دونیم که دهه 1390 از لحاظ اقتصادی یکی از تیره ترین دوره های تاریخ معاصر ایران هست و نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1190-99 در مجموع صفر بوده. مرکز آمار ایران میگه که از اواخر سال 99 اقتصاد ایران به مسیر رشد افتاده. در بهار سال جاری نرخ رشد کشور رسیده به 7.6%. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2021 فقط 2.4% اعلام کرده. به نظر میاد که طی یک سال گذشته ما شاهد یک رشد بسیار کم بودیم در اقتصاد ایران به چند دلیل. اول اینکه طی دهه 1390 اقتصاد کشور به قدری فرو ریخته و ظرفیت‌های خالی به وجود اومده که نوسان‌های معکوس در اون طبیعی به نظر میرسه. دوم اینکه شمار بسیار زیادی از اقتصادهای دنیا، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، با فرونشستن نسبی تبع کرونا به نرخ رشد‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کردند و ایران هم از این حرکت عمومی به صورت غیر مستقیم تا اندازه‌ای برخوردار شده. و دلیل سوم هم افزایش احتمالی صادرات نفت ایران بوده نسبت به گذشته. ولی در مجموع هم اتاقای بازرگانی هم محافل کارشناسی و دانشگاهی اقتصاد ایران رو همچنان در منطقه قرمز قرار میدند و در شرایط کنونی چشمانداز مثبتی هم برای اون دیده نمیشه. آقای خاوند، چرا فکر میکنید که در شرایط کنونی چشمانداز مثبتی یا هیچ امیدی نیست به اینکه ایران بتونه از رکود خارج بشه؟ ببینید، مهمترین شرط لازم برای تأمین رشد اقتصادی در ایران مثل همه کشورهای دنیا ایجاد فضای اعتماده و فضای اعتماد هم در گروی سه عامل عمده است. اولا اینکه مردم باید مطمئن باشن که در عزم سیاسی لازم در کشور سهیمند و عزم سیاسی در کشور وجود داره در درجه اول برای تأمین توسعه، و کسانی که سکان سیاستگذاری اقتصادی کشور رو در اختیار دارند از صلاحیت کافی برای این کار برخوردارند. شرط دوم اینه که فضای کسب و کار از شرایط لازم برخوردار باشه برای تأمین سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری. و بالاخره سومین شرط لازم برای ایجاد فضای اعتماد برخورداری از وضعیت مساعد هست در روابط بین المللی یک کشور. هیچ کدوم از این شرایط در حال حاضر وجود نداره. تیم اقتصادی یکی از ضعیفترین تیمای اقتصادی است در 4 دهه گذشته. نرخ رشد سرمایه گذاری منفی است و در فضای بین المللی کشور هم همونطور که میدونید تنش بیداد میکنه. آقای خاوند، به نرخ‌های مختلف اشاره کردین در ایران. رئیس کل بانک مرکزی نرخ بیکاری در این کشور رو اعلام کرده و گفته 8.8% ارزیابی میشه این نرخ. این ارزیابی تا چه اندازه منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی این کشوره؟ آقای صالح آبادی با تکیه بر مرکز آمار ایران میگه که نرخ بیکاری کشور در فاصله بهار 1397 تا بهار 1400 در اوج تحریم و سقوط نرخ رشد از بالای 12% رسیده به زیر 9%. با اطمینان میشه گفت که در حال حاضر نرخ واقعی بیکاری ایران هلوهوش 20% نوسان میکنه، نه اون رقمی رو که آقای صالح آبادی ارائه داده. فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.